همزمان با جشنواره فیلم تورنتو و حضور فیلم هفت روز در این جشنواره در دانشگاهش هم نشستی برگزار شده برای گفتگو با عوامل فیلم. در این نشست علی صمدی کارگردان فیلم هفت روز و مجید بختیاری و ویشگاه سایش بازیگران اون حضور دارند. همراه میشیم با بهرنگ رهبری از محل برگزاری این نشست. بهرنگ، برامون بگو استقبال از این نشست چطور بوده و به چه مسائلی اشاره شده؟ بله مهتاب، همونطوری که خب اشاره کردی، این فیلم در واقع این نشست به بهانه اکران فیلم هفت روز در فستیوال فیلم تورنتو برگزار شده در دانشگاه تورنتو. اینطور که من میبینم اینجا سالن رو، خب سالن کاملا پر شده و خب هم در این نشست استقبال خیلی خوبی شده، همین که این فیلم در فستیوال فیلم تورنتو همینطور، یعنی تمام تا اونجا که من میدونم تمام بلیط ها فروش رفته و خب استقبال خوبی هم شده از این فیلم. عوامل این فیلم اینجا حضور دارن، آقای علی صمدی اینجا در کنار من هستن، کارگردان این فیلم. آقای صمدی لطفاً به ما ملحق بشید، لطفاً برای اون بگین که خب چرا رفتید سراغ این سوژه، سوژه‌ای که به مادران کنشگر سیاسی و اجتماعی داره میپردازه، چه چیز در این سوژه بود که رفتین سراغ این سوژه و استقبال چطور بود این چند روزی که در فستیوال فیلم تورنتو بودید؟ با سلام به شما، راستش دغدغه مادران لاتها از شروع جمهوری اسلامی مسئله جامعه هستش. آقای رسولوف با فیلمنامه‌ای که نوشتش و به من پیشنهاد کرد، این امکان رو داد که ما در این مورد صحبت کنیم و من با کمال افتخار و کمال خوشحالی پیشنهادش این رو قبول کردم که این فیلمنامه رو کارگردانی کنم. استقبال از این فیلم در فستیوال فیلم تورنتو چطور بوده تا به امروز؟ خب خوشبختانه وقتی که بلیط‌ها رو شروع کردم به فروش، چهار اکرانی که قرار داشته باشه فوراً به فروش رفت. این یه خبر خیلی خوبیه به عنوان یک فیلم ساز که فیلم خواهان داره. از طرف دیگه دیروز پرمیر بود، یعنی پخش اول جهانیش بود که خیلی خوب بود، تماشاگران خیلی راضی بودن و خب منم به این دلیل خیلی راضیم. خب این در واقع نشست بحث پیوند جنبش دادخواهی و جنبش دموکراسی خواهی در ایران هست، شما هم مهمان ویژه این نشست هستید. چه فکر میکنید برایند شما از این دو جنبشی که الان این روزها در ایران بسیار قوی هم داره کار میکنه چطور هست؟ خب اینا به هم دیگه بست خوردن و از هم دیگه جدا ناپذیرن. ما در صورت افرادی رو داریم که حقوق، اولا شیر زنانی رو داریم که به حقوق شهروندی هستن، حقوق بشر هستن، و از طرف دیگه هم باید بگیم که ما تا الان نشون میده که مردان و زنان همچنان در خیابانا هستن و خواستشون رو میده. ممنون از شما آقای صمدی که وقت خودتون رو به ما داد. ممنون. من تا باید اشاره بکنم که خب در واقع این پنل اول این برنامه شروع شد، علی صمدی خب کارگردان در این پنل حضور داره، محمد فرخمنش تهیه کننده این کار، مجید بختیاری و همینطور خانم ویشگاه سایش کسانی هستن که در این پنل شرکت میکنن و گفتگو میکنن. خب من ساعتی پیش گفتگوی کردم با رکسانا صمدی، دستیار اول کارگردان، گفتگوی کوتاهی هست در مورد تجربه این مدل کار کردن و این سوژه بسیار خاص. اگر فرصت باشه این گفتگو رو هم با هم بشنویم. این فیلم واقعا در 4 ماه ساخته شده، یعنی ما تصمیم رو گرفتیم که میخوایم این قصه رو تعریف کنیم و تیم رو پیدا کردیم، همه چیز رو جمع جور کردیم، رفتیم گرجستان فیلم برداری کردیم و تمومش کردیم، الان هم اومدیم اینجا و این به خاطر همونه که موضوع خیلی مهمه، باید این قصه ها رو تعریف کنیم. مهمه که در مورد این مادرها که الان تو زندان هستن حرف بزنیم و که صداشون رو
ببریم توی دنیا پخش کنیم و بدون عشق این فیلم نمیشد که این فیلمو بسازیم. واقعا تمام تیممون انقدر عشق داشت و انقدر برای همه مهم بود این قصه رو تعریف کنیم که فقط به خاطر همون شد که تو 4 ماه اون کار رو انجام بدیم و همون بود. تیم گرجی، تیم ایرانی، تیم آلمانی، همگی با هم اون کار رو کردیم. مهتاب، باید بگم که پنل دوم در واقع پیوند جنبش دادخواهی و دموکراسی خواهی در ایران هست، با حضور آتنا دائمی، حامد اسماعیلی، سعید دهقان و همینطور پیام اخوان، که مخاطبین میتونن در بخش‌های مختلف این برنامه رو نشست رو دنبال کنن. بله حتما، ممنونم از بهرنگ رهبری، خبرنگار در شهر تورنتو کانادا.